از یه ردپای ساده رو زمین میتونیم کلی اطلاعات به دست بیاریم. مثلا میشه فهمید اون شخص موقع راه رفتن پاشو میکشیده یا لنگ میزده. میشه وزن طرف، سایز پاش، اندازه تقریبی قدش، همه اینا رو تخمین زد. حتی از روی مقدار محو شدن ردپا میتونیم بگیم مثلا دو روز پیش از اینجا رد شده. برای بیگ بنگ یا انفجار بزرگ هم که نقطه تولد دنیای ما بوده، یه همچین ردپای با ارزشی در اختیار داریم. تابش زمینه ماکروویو کیهانی. امروز این تابش شگفت‌انگیز رو از پایه به صورت ساده با هم بررسی می‌کنیم، ببینیم دقیقاً از کجا میاد و چه حرفی برای گفتن داره. اسپانسر این برنامه شرکت فیوتک از جنوب کالیفرنیا است. یه شرکت پیشرو در زمینه ساخت انواع سنسورهای دقیق و قابل اطمینان. سنسورهای فیوتک همه جا هستن. از ساعت‌های هوشمند تا ربات‌ها، اندام‌های مصنوعی و ابزار پزشکی، کاوشگرهای فضایی و خیلی موارد دیگه. برای اطلاعات بیشتر به سایت یا لینکدین این شرکت مراجعه کنید که آدرسشون زیر همین ویدیو هست. قرن 20 قرن خیلی عجیبیه. از یه طرف درگیر بزرگترین و کشنده ترین جنگ های کل تاریخمون شدیم، از طرف دیگه خیلی از مهمترین پیشرفت های علمی ما تو این قرن اتفاق افتاد. یکی از این پیشرفت ها راه حلی برای توضیح پیدایش جهان بود، بیگ بنگ. نظریه‌ای که اعلام می‌کنه دنیای ما از یه نقطه فوق‌العاده متراکم و کوچیک از انرژی شروع شده که با یه انفجار عظیم فضا زمان و ماده داخلش رو ایجاد کرده و دائما در حال انبساطه. امروز نمی‌خوام در مورد جزئیات این موضوع صحبت کنم، فقط با یه بازه زمانی کوچیکش کار دارم. شواهد نشون میده تو زمانهای اولیه بعد از بیگ بنگ دمای جهان حدود 1 میلیارد درجه بود. تو این دمای وحشتناک هیچ اتمی نمیتونست تشکیل بشه. جهان ما مخلوطی از الکترون‌ها و پروتون‌ها و نوترون‌های جدا از هم بود. الکترون‌ها نمیتونستن با پروتون‌ها ترکیب بشن و ساده‌ترین اتم یعنی اتم هیدروژن رو بسازن. دو تا چیز جلوی این اتفاق رو میگرفت. یکی گرمای خیلی شدید، یکی هم فوتون‌های پر انرژی که دائما به این ذرات برخورد می‌کردن. این وضعیت باعث شده بود جهان ما مخلوطی از بارهای الکتریکی مثبت و منفی باشه که آزادانه به اطراف میچرخیدن بدون اینکه هیچ ساختار مشخصی ایجاد بکنن. همچین جهانی شبیه یه مه درخشان بود. یه مه غیر شفاف که نور نمیتونست از داخلش عبور کنه. چون فوتون‌های نور دائماً با ذرات باردار یعنی الکترون‌ها و پروتون‌های جدا از هم برخورد میکردن و منحرف میشدن. اما تقریبا 380 هزار سال بعد از بیگ بنگ دمای جهان به شدت افت کرد. رسید به چیزی حدود 3000 کلوین یا 2700 درجه سلسیوس. دیگه اونقدر سرد شده بود که الکترون‌ها وقتی به پروتون‌ها می‌رسیدن جذبش می‌شدن و یه اتم هیدروژن تشکیل می‌دادن. بنابراین ماده کم کم از نظر الکتریکی خنسا شد. این خونسا شدن به اضافه انبساط جهان که فاصله بین ذرات ماده رو خیلی افزایش داده بود، باعث شد فوتون‌های نور دیگه به راحتی پراکنده نشن و بتونن مسافت‌های بیشتری رو طی کنن. عبور آزادانه نور نتیجهش این شد که جهان هستی شروع کرد به شفاف شدن. این جهان اولیه به رنگ سفید مایل به زرد می درخشید، ولی بیشتر فوتون‌ها تو محدوده فروسرخ بودن، یعنی تابش گرمایی خیلی زیادی وجود داشت. با گذشت 13 میلیارد سال تا امروز، انبساط فضا زمان باعث شده این پرتوهای فروسرخ دائما کشیده تر بشن و طول موجشون بلندتر بشه. برای همین از فروسرخ رفتن به سمت امواج مایکروویو یا ریزموج. به این پرتوهای باقی مونده از زمان بیگ بنگ که الان دیگه خیلی ضعیف و کم رنگ شدن میگن تابش زمینه ماکروویو کیهانی یا به طور خلاصه CMB. داستان کشفش هم خیلی جالبه. میدونیم که دمای یه جسم چیزی نیست جز مقدار لرزش یا ارتعاش اتم‌ها. کمترین دمایی که هر جسمی میتونه بهش برسه برابر با 0 کلوین یا منفی 273 درجه سلسیوس. تو این دما لرزش اتم‌ها کاملا متوقف میشه، اما هرچی جسم رو گرمترش کنیم شدت بیشتری پیدا میکنه.
از طرفی میدونیم که ارتعاش اتم‌ها باعث تولید پرتوهای الکترومغناطیسی میشه. تو دماهای خیلی پایین که این ارتعاش ضعیفه، اتم‌ها امواج رادیویی منتشر میکنن، ولی هرچی دمای جسم رو افزایش میدیم، پرتوهای تولیدی میرن به سمت طول موج‌های کوتاه‌تر و پر انرژی‌تر مثل گاما. بنابراین ما با استفاده از همین ارتباط بین دما و تابش میتونیم تشخیص بدیم که هر پرتویی که دریافت میکنیم چه دمایی داره، یا در واقع اون جسمی که اینو منتشر کرده چه دمایی داشته. سال 1948 جورج گامو، رالف الفر و رابرت هرمن، کیهانشناسای آمریکایی که مشغول مطالعه اولین هسته‌های هیدروژن تشکیل شده بعد از بیگ بنگ بودند، پیش بینی کردند که برای تولید این هسته‌ها جهان اولیه لازم بوده که خیلی داغ و متراکم باشه. تابش گرمایی باقی مونده از این بیگ بنگ داغ از همون زمان به شکل پرتوهای فروسرخ تو جهان هستی حضور داشته. اما انبساط جهان تا الان حسابی اینا رو کشیده و طول موجشون رو بلندتر کرده. بعدش هم دمای این پرتوهای فرضی رو یه چیزی حدود 5 کلوین تخمین زدن. این دانشمندا در واقع همون تابش زمینه ماکروویو کیهانی یا CMB که در موردش توضیح دادم رو پیش بینی کرده بودن. حدود 10 سال بعد فیزیکدان معروف شوروی یاکوف زلدوویچ به نتایج مشابهی رسید. همون زمان یه ستاره‌شناس آمریکایی دیگه به نام رابرت دیکی هم به طور مستقل از بقیه وجود تابش CMB رو پیش بینی کرد. با این حال تمام این ایده ها فقط در حد تئوری بود. هنوز هیچ کس نتونسته بود تو واقعیت وجود همچین پرتوهایی رو ردیابی کنه. سال 1959 ناسا که تازه متولد شده بود، شروع به پیاده سازی طرحی کرد به نام پروژه اکو. این طرح شامل بالون‌های بزرگی بود با روکش براق آلومینیومی که به صورت ماهواره اطراف زمین قرار می‌گرفتند و پرتوهای رادیویی ارسال شده از زمین رو بازتاب می‌کردند به سمت یه نقطه دیگه. برای دریافت این پرتوها یه آنتن گیرنده هم از نوع مخروطی یا شیپوری اطراف شهر هولمدل نیوجرسی ساخته بودند. سال 1964 فیزیکدان آمریکایی آرنو پنزیاس همراه با رابرت ویلسون ستاره شناس روی این آنتن شیپوری کار می‌کردند. این آنتن غیر از پروژه اکو برای رصد پرتوهای رادیویی طبیعی که از فضا می‌اومد هم استفاده می‌شد. برای اینکه تداخل‌ها به حداقل برسه، گیرنده رو با هلیوم مایع خنک می‌کردند تا دماش فقط یه چیزی حدود 4 کلوین باشه. با این حال زمانی که هیچ پیام رادیویی مخابره نمی‌شد، یه نویز عجیبی دریافت می‌کردند شبیه صدای برفک تلویزیون. برای برطرف کردن این صدای مزاحم، سعی کردند تمام عوامل اضافی رو از بین ببرن. لونه کبوترها رو دور کردن، کثیفی‌های آنتن رو پاک کردن، خلاصه هر کاری که به ذهنشون می‌رسید انجام دادن، ولی این صدای مرموز همچنان ادامه داشت. بررسی‌های بیشتر نشون داد پرتوهای الکترومغناطیسی که به این آنتن میرسن و باعث ایجاد این صدا میشن، طول موجشون حدود 2 میلیمتره، یعنی تو محدوده امواج مایکروویو قرار میگیرن، 24 ساعت حضور دارن، از همه طرف آسمون هم به طور یک نواخت دریافت میشن. پس منبعشون نه زمینه، نه خورشید، نه حتی کهکشان راه شیری. این پرتوها باید از یه جایی فراتر از کهکشان ما می اومد، ولی هنوز هیچ منبعی نمیشناختن که بتونه همچین امواجی تولید کنه. همون زمان رابرت دیکی و همکاراش که قبلا وجود تابش CMB رو پیش بینی کرده بودن، دنبال یه راه عملی میگشتن برای آشکارسازیش. پنزیاس ازشون دعوت کرد تا به هولمدل بیان و امواجی که آنتن شیپوری دریافت میکنه رو از نزدیک بشنون. در نهایت همشون به این نتیجه رسیدن که این باید همون تابش CMB باشه که از حدود 2 دهه قبل در موردش صحبت می شد. بنابراین پنزیاس و ویلسون مقاله‌ای منتشر کردند در مورد ویژگی‌های این تابش کیهانی. دیکی و همکاراش هم یه مقاله دادن درباره اهمیت این پرتوها برای اثبات بیگ بنگ. 14 سال بعد، یعنی 1978، پنزیاس و ویلسون به خاطر این کشفشون برنده جایزه نوبل فیزیک شدند. اما این پرتوها رو دقیقاً چطور میشه تفسیر کرد؟ چه کاربردی دارن؟ فضای اطراف زمین رو میتونیم به صورت یک کره در نظر بگیریم که تمام اجرام آسمانی روی این کره قرار میگیرن. در مورد تابش CMB هم دقیقاً همینه. یعنی میتونیم دمای پرتوهای مایکروویوی که از قسمت‌های مختلف فضا میان رو اندازه بگیریم و روی این کره ثبت کنیم.
الان طول موج این پرتوها طوریه که انگار از جسمی با دمای 2.7 کلوین منتشر میشن. ولی خب هر چقدر برگردیم به زمان بیگ بنگ، طول موجش کاهش پیدا میکنه و این دما هم میشه هزاران درجه. بررسی‌های اولیه نشون میداد تابش CMB کاملا یک نواخته. از هر طرفی که بیاد دماش حدود 2.7 کلوینه. پس اگه بخوایم نقشش رو بکشیم یه همچین کره یک نواختی داریم. البته میشه سطح کره رو باز کرد و تبدیلش کرد به یه نقشه دوبعدی تخت. سال 1989، 25 سال بعد از کشف این تابش، ناسا ماهواره‌ای پرتاب کرد به نام کاوشگر زمینه کیهانی یا به طور خلاصه کوبی. هدف کوبی این بود که تابش CMB رو از فضا اندازه‌گیری کنه با یه دقت خیلی بالاتر نسبت به آنتن‌های زمینی. نتیجهش این شد که اون نقشه یک نواخت به این شکل در اومد. قسمت‌های قرمز رنگ جاهایی هستن که از دمای میانگین یعنی 2.725 کلوین یه کوچولو گرم‌ترن، حدود 2.73 کلوین. قسمت‌های آبی هم یه کوچولو سردتر، حدود 2.72. پس اختلافشون خیلی ناچیزه. همچنان میشه پرتوی CMB رو یک نواخت در نظر گرفت. ولی ما فقط برای اینکه دقیق‌تر بررسیش کنیم، این اختلاف ناچیز رو با رنگ‌های متفاوت نشون میدیم. بعدش این سوال پیش اومد که چرا دمای یه سمتش از اون طرف بیشتره؟ دلیل این اتفاق حرکت زمین نسبت به این پرتوهاست. کهکشان ما داره با سرعت 600 کیلومتر بر ثانیه جابجا میشه. بنابراین داخل تابش CMB حرکت میکنه. وقتی دانشمندا تأثیر حرکت زمین رو از این نقشه حذف کردن، به این صورت شد. حالا یه سوال دیگه پیش اومد. نوار مرکزی که رو خط استوای کره افتاده دلیلش چیه؟ بررسی ها نشون داد این به خاطر پرتوهای مایکروویو منتشر شده از کهکشان خودمونه. با حذف تأثیر کهکشان هم در نهایت به این نقشه رسیدیم که دمای هر قسمت از تابش CMB رو به ما نشون میده. خب حالا نکته اصلی اینه که از این پراکندگی های دمایی چه اطلاعاتی میشه به دست آورد؟ مهمترین نتیجهی که میشه گرفت اینه که هر قسمتی که قرمزتره یا در واقع دمای بالاتری داره، تراکم گازهای هیدروژن اولیه تو جهان بعد از بیگ بنگ اونجاها بیشتر بوده. بعد از فهمیدن این نکته میتونیم بررسی کنیم که مناطقی که اون موقع داغ‌تر و متراکم‌تر بودن الان چه وضعیتی دارن؟ همین کمک میکنه تا از مراحل تکامل جهان هستی سر در بیاریم. از طرفی تابش CMB یکی از بهترین شواهد بیگ بنگه. نظریه بیگ بنگ وجود چنین تابشی رو به صورت تئوری پیش بینی میکنه. پس اینکه تو دنیای واقعی پیداش کنیم دلیل خوبی برای درست بودن این نظریه است. یه پیشبینی دیگه یه بیگ بنگ اینه که جهان ما بعد از این انفجار بزرگ خیلی داغ بوده ولی کم کم منبسط میشه و دماش پایین میاد. تابش CMB هم دقیقا همینو داره نشون میده. چون داریم پرتوهای ماکروویوی از همه طرف دریافت میکنیم که هیچ منبعی غیر از اون جهان متراکم اولیه نمیتونه داشته باشه. و اینکه چون اون منبع اولیه خیلی داغ بوده ولی پرتوهای امروزی فقط 2-3 درجه از صفر مطلق بالاترن، پس جهان ما به مقدار زیادی دچار انبساط شده. اون پرتوهای اولیه حسابی کشیده شدن. دانشمندا دائما می‌خواستن دقت اندازه‌گیری این پرتوها رو افزایش بدن تا اطمینان بیشتری از نتایجی که به دست میاد داشته باشن. بنابراین سال 2001 ناسا کاوشگر ناهمسانگردی ماکروویو ویلکینسون یا به طور خلاصه دبلیو مپ رو پرتاب کرد که هدفش بررسی و اندازه‌گیری تابش CMB با دقت بالاتر بود. دبلیو مپ در نهایت تونست این نقشه رو برای ما تهیه کنه که نسبت به نقشه کوبی جزئیات خیلی بیشتری داره. اینجوری بهتر میتونستیم از اتفاقات اولیه بعد از بیگ بنگ سر در بیاریم. دانشمندا به اینم راضی نشدن و سال 2009 ماهواره پلانک با همکاری مشترک ناسا و آژانس فضایی اروپا پرتاب شد. نقشه‌ای که پلانک به ما داد جزئیات شگفت‌انگیزی داره که تا امروز بی‌رقیب بوده. اطلاعات این ماهواره ها کمک کرد تا بتونیم تخمین خوبی بزنیم از اینکه چند درصد جهان از ماده تاریک و انرژی تاریک تشکیل شده، اندازه و شکل جهان هستی باید چطور باشه و خیلی اطلاعات مفید دیگه که همشون از این پرتوهای ضعیف پراکنده شده تو کل فضا به دست اومدن. همونطور که از مثال ردپای اول ویدیو میتونستیم خیلی چیزا بفهمیم.
یه نکته تکمیلی هم باید بگم در مورد حالت کلی‌تر تابش CMB. غیر از این پرتوهای CMB که تو قسمت ماکروویو و امواج الکترومغناطیسی قرار میگیرن، پرتوهای دیگه هم هستن از بقیه قسمت‌ها مثل رادیویی و ایکس و گاما. اینا هم تو سرتاسر جهان پراکنده شدن ولی مربوط به بیگ بنگ نمیشن. از منابع مختلفی مثل انفجارهای ستاره‌ای میان. برای اینا از اسم کلی‌تر تابش زمینه کیهانی استفاده می‌کنیم، یعنی کلمه ماکروویو ازش حذف شده. تابش CMB هم در واقع یه بخشی از همین گروه بزرگتره که به خاطر ارتباطش با بیگ بنگ معروف‌تر شده و شناخت بیشتری ازش داریم. اما به عنوان آخرین بخش میخواستم دو تا نکته رو بهتون بگم. اول اینکه آقای مخبری، بنیانگذار شرکت فیوتک که اسپانسر کانالمون هستن، تازگی‌ها یه مصاحبه خیلی جالب و آموزنده داشته که ماجرای زندگیشو برای ما تعریف کرده. اگه علاقه دارید از داستان مهاجرتش به آمریکا تا تبدیل شدن به یکی از سازنده‌های مطرح انواع سنسور باخبر بشید، لینک این ویدیو رو داخل دیسکریپشن براتون گذاشتم. نکته دوم این که تو ویدیوی قبلی که در مورد هوش مصنوعی گوگل بود، گفتم که اطلاعاتش دائما به روز میشه. این جمله خیلی دقیق نبود، چون بعضی از قسمتاش بعد از گذشت چند روز آپدیت میشن. پس همونطور که دیدیم، تابش زمینه ماکروویو کیهانی یا همون CMB رد پای تولد دنیای ماست. هر نظریه‌ای که بخواد جای بیگ بنگو بگیره چاره‌ای نداره جز اینکه یه توضیح مناسب برای این تابش ارائه کنه. باید مشخص کنه که از چه منبعی میاد و اینکه چرا تو کل جهان هستی تو تمام جهت‌ها وجود داره. البته بیگ بنگ هم الان کامل نیست، ولی این خاصیت نظریه‌های علمیه که اگه مبناشون درست باشه به مرور زمان تکمیل میشن. شبیه ساختمونی که اسکلت محکمی داره و کم کم قسمت‌های مختلفش رو روی این اسکلت میسازیم بدون اینکه فرو بریزه. یه وقتایی هم نیاز میشه مثلا یکی از دیواراشو خراب کنیم، دوباره به یه شکل درست‌تر بچینیمش.